نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند. فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند. چون نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او، رود به باطن و تفسیر ناسواب کند. نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است، کجاست دست حقیقت که فرد قاب کند. به حیرت هم زکه از سار هیپنوتیزم آمود، فقیه شهر که بیدار را به خواب کند. ز من مترس که خانم تو را خطاب کنم، از او به ترس که همشیرت خطاب کنم. محکمه رسمی است. در این محکمه عدل الهی که منظور توسعه عدالت و حمایت و حراست از حقوق عامه محرومین و ایتام و مستبی تشکیل شده است، کلیه احکام در اسرع وقت صادر و اجرا می‌گردد. بر همه مردم فرض و واجب است که شکایات خود را به درگاه این محکمه عرضه دارند. ما بارگاه دادیم و تیز خزلان و خطری نمی‌هراسیم. محاکمات ما منطبق بر موازین عدل و مبانی انصاف. شاکی اسمت الزمان فرزند عفت الملوک شهرت پاک دامن ساکن خانیاباد. شاکی در محکمه حاضر است؟ بله. به 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 مزیم فرمودی، منور فرمودی. شما به این محکمه نور و صفا بردید. بفرمید. شربت زکنجه میاره؟ نه والا، نه بلا. آب لیمو؟ نه والا، نه بلا. به لیمو؟ نه والا، نه بلا. شاکی علی، شاکی علی، شاکی علی. ایرج فرزند غلام حسین میرزا نواده خاقان مقفور فتحعلی شاه قاجار، شغل کارمند مالیه ساکن دروازه دولت، شاعر متخلص به ایرج. اصل شکوایی رو بخون. آقا، حضرت آقا، وکیل مدافع کو؟ مدعی العموم کجا؟ دادگاه بدون وکیل مدافع مدعی العموم نمیشه. چرا آقا جان میشه؟ اینجا مدعی العموم منم، وکیل مدافع منم، رئیس منم، معاون منم، فرمانده کل قوا منم، همه کارها به کف با کفایت ما سپرده شده. بعد یک مرتبه بگین اینجا دیوان بلخ و خودتون راحت کنید. بله. دیوان بلخ؟ چی گفته؟ پسر، اسمش یاد داشت کن. قربان بذارم جیبم یا بدم بالا؟ اگه توافق شد به جیب دگنه بده بالا. پسر، این کارا چیه میکنی؟ میدونی امیر اتاق بالا چه بلایی سرت میارم؟ باید کار میکنن که به گربه بگی مشغول آموزه. بده جونم، بده حسابتو رد کن بیا. بده. چی بدم زور داره؟ پول جونته. میخوای 1000 تا برات سرت بیارم، میخوای دستبند قفونی بهت بزنم، میخوای 32 ضربه شلاق بهت بزنم. بده جونم، کسی از دادن ضرر نکرده. بده جونم، بده قربونت برم، حق و حساب درست کن بیار. ما که دادیم ولی خیلی زور داشت. زور داشت.
چرا ایام خوش شما رو ناخوش میکنی؟ قربان جلسه محکمه رسمی. آفرین. بله ببینم اون پسر داد؟ داد ولی خیلی به سختی داد. نداره دفعه اول همیشه سخت، یه دفعه که داد آسون میشه. بله بله حق اوست. شکایت نامه سرکار خانم اسمت خانم رو برد. شکایت نامه سرکار خانم اسمت خانم حضرت مالان و وابیرج میرزا، این محاکمه با توجه به اظهارات شاکیه و مدافعات سرکار پس از ساعتها شور و مشورت شما را مجرم شناخته. او مردی که رأی نهایی رو که حالا میخونم اصل شکوایی رو بخون، هر چیزی حدی داره. حضرت والا جناب ایرج میرزا، این بانوی عفیفه ملیحه شریفه نفیسه ظریفه جاذبه جالبه که باب مکالمه و معانقه و معاشقه هستند ایشان مدعی هستند که سرکار به حیله و تزویر ایشان را به خلوت سرای خود برده و از ایشان کام دل ستانده و دامن عفتشان را لکدار کرده. آیا این اتهام را قبول دارید؟ معامله متقابله بود فیما بین بنده و ایشان ولا غیر. بنده متلذذ شدم، ایشون متحذذ شدم. نه بنده جبری داشتم و نه ایشون استنکافی. عنایت فرموده به تفصیل و به دقت حکایت کنید که آن روز بر شما و عصمت خانم چه گذشت؟ چه حالاتی به شما دست داد و چه انفعالاتی در عصمت جان پیدا شد؟ عصمت جان به چه حیلتی رام شد و شما به چه حیلتی پرده عصمت او را دریدید؟ بله به دقت تعریف بفرمایید که بنده متلذذ بشوم و این جانب متحذر. بفرمایید. در ایامی که صاف و ساده بودم دم کریاس در استاده بودم، زنی بگذشت از آنجا با خش و فش، مرا ارق و نسا آمد به جنبش. ز زیر پیچه دیدم قبقبش را، کمی از چانه قدری از لبش را. شدم نزد وی و کردم سلامی که دارم با تو از جایی پیام. جنب دالان بردمش زود، نشست آنجا به سر ناز و چم و خم، گرفته روی خود را سخت محکم. مرا دل در هوای جستن کام، پری رو در خیال شرح پیغام. به نرمی گفتمش که یار دمساز، بیا این پیچه را از رخ برانداز. چرا باید روی از من بپوشی؟ مگر من گربه ای باشم تو موشی؟ به قربانت مگر سیری پیازی که توی بچه و چادر نمازی؟ عجب صورت به نامحرم کنم باز، برو این حرف ها را دور انداز. چه لوتی ها در این شهرن، واه واه، خدایا دور کن، الله الله. به من گویم که چادر وا کن از سر، چه پرگوی است این، الله و اکبر. چرا یک ذره در چشمت حیا نیست؟ به سختی مثل رویت سنگ پا نیست. چه میگویی مگر دیوانه هستی؟ یمان دارم عرق خوردی یا مستی؟ عجب گیر خری افتادم امروز، به چنگ الپری افتادم امروز. عجب برگشت اوضاع زمانه، نمانده از مسلمانی نشانه. جهنم شو مگر پرخنده باشم، که پیش غیر بیرو بنده باشم. از این بازی همین بود آرزویت، که روی من ببینی تو به روی
الهی الهی من نبینم خیر شوهر، اگر رو با کنم بر غیر شوهر. برادر شوهر من آرزو داشت که رویم را ببیند شوم نگذاشت. تو را کین روی زیبا فریده، برای خاطر ما فریده، اگر پروانه ای بر گل نشیند، گل از پروانه آسیبی نبیند. نمیدانی نظر بازی گناه است، زما تا قبل چار انگشت راه است. تو میگویی قیامت هم شلوغ است، تمام حرف ملاها دروغ است. تمام مجتهدها حرف مفتند، همه بی غیرت و گردن کلفتند. برو یک روز بنشین پای منبر، مسائل بشنو از ملای منبر. قرص آنقدر گفت از دین و ایمان که از گوه خوردنم گشتم پشیمان. چون این دیدم لب از گفتار بستم، نشاندم باز پهلویش نشستم. گشودم لب به عرض بیگناهی، نمودم از خطاها عذر خواهی. مکرر گفتمش با مد و تشدید که گوه خوردم، غلط کردم، ببخش. دو ظرف آجیل آوردم ز تالا، خوراندم خوراندم یک دو بادامش به اسراف. نرم کردم سرش را رفته رفته گرم کردم. دیگر اسم حجاب اصلا نبردم، ولی آهسته بازویش فشردم. یقینم بود که از رفتار این بار بغرد همچو شیر ماده در غار. سر و کارم دیگر با لنگ کفش است، تنم از لنگ کفش اینک بنفش است. ولی دیدم به عکس، آن ماه رخسار تهاشی می کند اما نه بسیار. شدان دشنام های سخت و سنگین مبدل بر پسر آرام بنشین. من و تو هر دو انسانیم آخر، به خلقت هر دو یکسانیم آخر. بگو بشنو ببین برخیز بنشین، تو هم مثل منی ای جان شیری. من از زنهای تهرانی نباشم، از اونهایی که میدانی نباشم. برو این دام بر مرغ دگر نه، نصیحت را به مادر خواهرت ده. چو انگار را بلند است آشیانه، قناعت کن به تخم مرغ خانه. دیدم خیلی بند لیف سسته است، به دل گفتم که کار ما درست است. گشادم دست بران یار زیبا، چو ملا بر پلو مومن به حلوا. از او جفتک زدن از من تپیدن، از او پر گفتن از من کم شنیدن. کنی گر قطعه قطعه بندم از من، نیفتد روی من بیرون ز روبند. من این روبنده را بستم به رویم، که رویم را نبیند غیر شویم. عزیز من تو روی خود نپوکی، که من صورت دهم بار خود از دید. یا چه خبره؟ چه خبره؟ برشین برشین. نه مگه اینجا تیاد داره برده؟ نه اینجا تیاد داره برده. میبزه برده سوخته. این غرفتی هم که منتظر یه بشنه،
منزله بشکره بشین خسته نباشی همشیره مگه کوه کندی شما هم خسته نباشی حتی از شنیدن شرح مابقه از زبان طرفین و مشاهده نحوه عمل ایرج با این عفیفه مکرمه باید ببینیم که طرفین از هم چه شکایتی دارن ایرج تو شروع کن بنده عرضی ندارم حکایتی خواستید عرض کردم ایشان با رضا و رغبت تن به قضا دادند ولی چون عصمت اندر پیچش بود از اول تا به آخر چهره نکشود دو دستی پیچه بر رخ داشت محکم که چیزی ناید از مستوریش کم چو خوردم سیر از آن شیرین کلوچه حرامت باد گفت و زد به کوچه عجب کلوچه خوردین آقای رج میرزا عجب کلوچه خوردین آقا جرم بزرگی مرتکب شده بل بل بل. و مجازات سنگینی هم داره بل. در این محکمه روال ما اینه که از شاکی مظلوم میپرسیم چه مجازاتی رو برای متهم در نظر داره نظر مظلومان جهان مورد نظر ماست شما که از مظلومان هستید بفرمایید با این مرد گناهکار چه کنیم البته بعد از حدود رأی نهایی اونطور که خودتون صلاح میدونید از خوب رضایت خاطر ما رو فرهم به خرابی قبل تو وا یعنی چه؟ قبل تو صیغه قبول عربیه میگه چی میگه این ماشی؟ یعنی شما بله میگید ایفا من اول باید عقد بشم بعد بله بگم نه منظور اینه که بعد از مجازات ایرج چی میگه این بابا؟ اسمت خانم شما فقط بفرمایید خیلی خوب بارو اسمت ای عفیفه پاک دامن نجیبه در حق ایرج چه حکمی صادر کنیم که دل نازک شما را خوش آید بفرمایید والا هرچی عدل و انصاف حکم میکنه عدل و انصاف غلام شما هست بفهمید چی کنید دیگه از به من بگو رئیس جون به منم بگو منشی جون ولی قضیه من به همینجا ختم نشد این قصه سر دراز داره خب از سر درازش تعریف کنید همه خوششون میاد روز بعد از اینکه به این ذلیل مرده حرومت باد گفتم و زدم به کوچه همون روزی که ایشون خوردن کلوچه رفتم خونه و زار زار گریه کردم از شرم واقعه؟ وای نه از سوز دل من مرتفع شدم چه که برای مرتفع شدم طرف های غروب روز بعد بود که دیدم باز دلم قیلی بیلی میره دلم میخواد چادر رو چاخچور کنم و بزنم به کوچه بازم کلوچه؟ چادرم رو سرم انداختم که بیام بیرون یه این اکبری داداش آقامو که یه عمری آرزو داشت صورت منو ببینه ها بی یالا و بی هیچی اومد تو کلوچه اون ذلیل مردم مثل این انقدر زبون ریخت و ریخت که پام شل شد و تا چشم به هم زدم کلوچه عجبا آره رئیس جون گولم زد از اون شب به بعد همچی که این آفتاب لامصب میپره ها من ته دلم میخواد که گول بخورم تفسیر آفتاب چی بگم این موضوع رو همه همسایه هم فهمیدن همسایه دست راستی فهمید و گولم زد دست چپی فهمید و گولم زد روبرویی فهمید و گولم زد پشت سری فهمید و گولم زد همه همسایه ها کلوچه خوردن عجبا پس بعد از این واقعه گولخور شما خوب شد بله؟ ای وای رئیس جون عطار گولم زد نجار گولم زد بقال اومد در خونم و زد لا 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 حمال گولم زد حمالم زده رمال گولم زد بزاز گولم زد رزاز گولم زد من گول همه رو خوردم من زنده شدم مردم من گول همه رو خوردم من زنده شدم مردم همه کاسبای ما هر کلوچه فروشی وا کرده بود خب بعدش چطور شد؟ بعدش میخواستیم چطور بشه
اهل محل این بیشرفای بی انصاف استشهاد تموم کردن که اسمت و ملوک پاک دامن غروب به غروب گول میخوره. ما که کلوچه میخوره. ولی آقای رئیس به جون عزیزتون قسم به مرگ این منشی دیگه بابا در تمام مدتی که گولم زدن ها این چادر از سر من کنار نه. آفرین 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 کلوچه خوردن مهم تا امروز هیچ احد و ناسی گوشه چشم من هم نکنه. برابا آفرین فقط کلوچه خوردن گوشه چشم من خیلی عالی زنده آفرین. حجاب زن که نادان شد چنین است، زن مستوره محبوبه این است. ولی شرم و حیا در چشم باشد، چو بستی چشم باقی پشم باشد. موضوع پشم اینجا دادگاه پشم چیه؟ موضوع پشم چیه؟ بیا کنار دیگه گنش در نیا. پشم نداشتی ما اینجا؟ پشم چیه؟ اسمت خودم نظر آقاتون چیه؟ آقامون خاک بر سر آخر سر همه فهمید که من گول میخورم. خب طبیعت آقایون همینطور، همیشه خبرهای خونه رو همسایه ده دیوار اون طرف به عرض آقایون میرسونه. یعنی آقایون دوست دارن کلوچه بخورن؟ بله بزن برو. آقامون وقتی فهمید طلاقم داد و از خونه بیرونم کرد. حالا بنده ویلون و سرگردون هستم. خدا نکنه بنده منزل که هست. بنده منزلم هست. بنده منزلم هست. یه دونه اتاق داریم توی حیاط پشتی. وای آقای رئیس جان، من میخوام شوهر داشته باشم. بله من میخوام خونه و زندگی داشته باشم. دردتون میتونم. من میخوام سر سامون داشته باشم. بفرمایید از دست بنده چه کاری ساختم؟ بزنیم پس کله این زلیل مرده، وادارش کنیم من عقد کنه ببره خونهش. من که زبونم لال زبونم لال زن کنار خیابونی نیستم. من باید شوهر داشته باشم، خونه و زندگی داشته باشم، سر سامون داشته باشم. یک کاره پس توصیه شما برای صدور رأی اینه که حضرت والا سرکار رو به عقد دائم خودشون در بیارن. بله البته. بله حضرت والا، بنا به تقاضای سرکار عالیه علیه بانو اسمت الملوک پاکدامن، محکمه یک حکم موقت صادر میکنه. قربان حکم محکمه چه موقت چه غیر موقت، لطفاً هرچه هست کاری بفرمایید که ایشون که ماشالله ماشالله الحمدلله الحمدلله مثل کوزه قومی از کار در اومدند مجدداً به ما دست بدن. مگه ما این کاره ایم؟ چه میدونم؟ این حرفا چی آقا؟ این حرفا چی میچنی؟ با صدور رأی نهایی بانو اسمت موقتاً به عقد منقطع سرکار در میاد، منتها چون باید عدالت دنبال چی میگردی؟ عدالت پیداش نمی کنی؟ نیست عدالت نیست در حق ایشان رعایت بشه، بنده نیابتن وکالتن و حمایتن ایشان را به خانه میبرن. یعنی محکمه حکم میدهد که خانم عیال بنده باشن و تحکل حمایه و مورد التاف مردی به تمام معنا مرد. یعنی و ماشالله پس بنده کلام رو بذارم بالاتر. بذارم این آب حیا، این حب نبا سرپرست میخواد. مگه اسمت چو؟ چرا رئیس چیو؟ خورتون جون گفتار درست. آقا رئیس ما که کلوچه میخوریم. دارگار فتیل کن، دارگار فتیل کن، تحتیل کن. آقا رئیس آب حیات هست پدر سوخته، حب نبا هست پدر سوخته. آب حیات هست پدر سوخته، حب نبا هست پدر سوخته. صد جز به فروم آیگان خمس و زکات هست پدر سوخته. خمس و زکات هست پدر سوخته. آب حیات هست پدر سوخته، هم به نبات هست پدر سوخته. آب حیات هست پدر سوخته، هم به نبات هست پدر سوخته. سخت بود ره به دلش یافتن، حسن کلات هست پدر سوخته. تنگ دهان مون
حرکات است پدر سوخته، خوش حرکات است پدر سوخته، آب حیات است پدر سوخته، حب نبات است پدر سوخته، آب حیات است پدر سوخته، حب نبات است پدر سوخته، آب حیات است پدر سوخته، حب نبات است پدر سوخته. من که به این خوبی و رهناییم، دخترک عشقی شیطاییم، این لب و این گونه و این بینیم، بینی همچون قلم چینیم، این گل و این گردن و این ناف من، این شکم بی شکن صاف من، فدای قد و بالای تو، پشته آن نرگس شهلای تو، آمدم امروز لب چشم سار، تا بدهی وعده بوس و کنار. شستی تو پیرو کچل و مفلسی، بوسه که داده است به همچین کسی، عشق و جوانیست که زیبا بود، بوسه چرانیست که زیبا بود. بی جهت اخ مکن، توند مرو زشت مگو، که چون من بهر تو پیدا نشود خاطر خواه، بهر من کچ کنی ابرو، برو ای چشم سفید، وح چه بی جا غلطی شد، برو ای چشم سیاه. چه تو را گفت که در کوچه سلامم نکنی؟ چه تو را گفت که باید نروی با من را؟ درم گفته و صد مرتبه کرده تأکید، که نباید بکنم بر رخ بیگان نگاه، خواسته گر شاعر و همسایه و رندست و فرنگ، که بخواهد ببرد گاه مرا تا بیراه. من همان صورت زیبای تو را دارم دوست، مطمئن باش که در من نبود قوه باز، خواهی امروز به من اخم کنی خواهی نه، عاقبت رام و دلارام منی خواه نخواه. لاجرم مهر کنی پیشه با پیشاری، چه بوسه بشماریم از لطف ز یک تا پنجا، برو این دام سر راه دیگر مرغینه، که من از وسوسه عشق نگردم گمراه، بوسه از لعل لب من نه یکی و نه دوتا، خوش خیالی و جواب تو بود با با با. گر به دریا شوی اندر دل تحت البحری، یا روی در شکم زیپلن بر قله ماه، فرروی در حرم قدس و تحسن جویی، عاقبت مال منی، مال من انشاءالله. بازم که مطرم داره میزنه؟
برنشی برنشی جلو پای منشیم برنشی جلو پای منشیم برنشو برنشو آقای زرگی برنشو بفرمید خواهش کن بفرمید بشی آقای رئیس تشاورده برنشی چرا تو میکنه اون بر برنشو برنشو اون صاحب مردانم از جیبه میشینی خدمتت بیرس جلسه محکمه رسمی است. در این محکمه عدل الهی که منظور توسعه عدالت و حمایت و حراست از حقوق عامه محرومین و ایتام و ابن السبیل تشکیل شده است، کلیه احکام در اسرع وقت صادر و اجرا میگردد و بر همه مردم فرض و واجب است که شکایات خود را به درگاه این محکمه عرضه دارند. ما به ارگاه دادیم و هیچ خزران و خطری نمیراست. محاکمات ما منطبق بر موازین عدل و موانع انصاف است. بله احضار کن فاتی فرزند عین الله. ما که رقاص خونش کرده رفته دیگه تو بی بی سی نمایش اصیل بوده. احضار کن این الله ولد خیر الله. یا الله یا الله سلام علیکم. علیکم بنده این الله اولاد خیر الله. خب باش بیچاره بدبخت تا برهنه مستضعف بیچاره فلک زده. یکی دیگه رقاصی بلد نیست از عمرش گذشته دید رقاصی نمیتونه بکنه. بشین پیره من بشین بیبره بشین بیبره بشین بیبره بشین آدم چقدر عمر میکنه 84 سالشه نمیمیره تا هممونه تو بور نکنه نمیمیره. دختر خانم بیا جلو دختر خانم بیا جلو تو کی هستی بابا؟ فاتح کنیز شما. شکایت چیه؟ قربان عرض حال اومده که جناب ایرج میرزا همسایه دیوار به دیوار عین الله غروب به غروب مزاحم فاتح دختر ایشون میشده. چه لفظاً و چه عملاً. عملاً هم بله آقای ایرج میرزا. عملاً هم بله. حقا که اعدام باید کردی. تو حق داری که گیرت خشمت از من. که ترسیده از اول چشمت از من. نمیدانی که ایرج پیر گشته است. اگر چیزی از او دیدی گذشته است؟ تا تو ولت میکنی میفتی شعر خوندن که همه کاراتو کاراتونو میکنی همچی که خردون از پلو گذاشت با یه توبه نمه میخوان همه چی جفتشون کنی. نه با ما با توبه نمه از ادامی آقا حضرت آقا بنده به چه زبانی و به چه بیانی عرض کنم که دیگر حرکتی در خوبه 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 بس فهمیدم بیچاره بدبخت فرق زده بی حرکت ایلالله. شازده ایرج میرزا میفرمایند که قصد تجاوز به حرمت حرم آن مصدوره افاف ملکوت را نداشتند. ای آقا تصدقت برم یه طوری بگو که ما هم بفهمم بابا جان. بسر ترجمه کن. آقا از عوام الناس و از افاضات ما که اهل طهارتیم هیچی سرش نمیشه. ترجمه کن. عوام الناس آقا که طهارت گرفتن میگن که برای شما ترجمه کنم که این ایرج میرزای شاعر میگه هیچ وقت به فاتح دختر شما نظر بدی نداشت. دروغ میگه؟ دروغ میگه؟ بله آقا خدا به سر شاهده که از صبح تا شب دوربر خانه ما میپلکی. میپلکی؟ بله آقا چارچشی به این کنیز شما ظلم زد. چارچشی؟ بله آقا آخه کنیز شما از مال دنیا فقط یک حسن خداداد داره و بس بابا جا. یعنی محبوب مستوره صاحب حسن خداداده؟ بله آقا قربان آب حیات هست به دست سوخته حق نبات هست به دست سوخته. بگو این حب نبات جلوتر بیاد. حب نبات آب نبات بیبریم جلوتر. واسه چی بیاد جلو؟ باید از او به طریقه ملامسه و معانقه معاینه علاینه شود. بنده که یک کلمه از فرمایشات آقا رو
آقا جان ترجمه کن. اینا کی هر راه میری آخه اینجا؟ ترجمه کن. بای چره؟ بای رئیس میگن که به دخترت بگو چادر از سرش ورداره بره خدمت آقا، اینم شغل ما آخر عمری. چی چادرشو بردارم؟ اینجا پر نامحرمه، خود آقا هم نامحرمه. نه در محکمه عدل الهی رئیس به همه محرمه. یعنی این منشی و رئیس به هم محرمان حقا دارشون بسیری کانتی. بگو چادرشو بردار بیاد جلو. چادر از سر رها کن خواهر من، چادر از سر رها کن. چقدر شو بردارم؟ اینقدر بسیم. آره بسیم. نه 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 بسیم. بیشترش کن چادر رو ردش کن. بیشترش کن چادر رو ردش کن. بیشترش کن چادر رو ردش کن. داره استریپتیز میکنه. بیشترش کن چادر رو ردش کن. بیشترش کن چادر رو ردش کن. تبارک الله احسن الخالقی، واقعا که حب نبات از پدر سوخته. قربان آقا رئیس. زهرمار اهه بگو اهه اهه اهه. اما چی کار میکنی بابا؟ میخوام معاینه کنم. تو رئیس محکمه یا حکیم باشی؟ ترجمه کن. آقای رئیس باید وقتی که جنسی بهشون میدن معاینه کنن که خدای نکرده خدای نکرده زبونم لال جنس قلایی بهشون ننداخته. بله ما اصلا محکمه نخواستم. نخواستی؟ این الله تو عارض بودیم، تو شکایت داشتیم. ما غلط کردم، عارض نیستم، شکایت هم ندارم. این الله پدر جان، این محکمه حالات مخصوص به خودشو داره. فاتی هم مثل دختر خود من میمونه، چه فرق میکنه؟ آقای رئیس دختر شما کجا فاتی کجا؟ تو دختر من رو کجا دیدی؟ اون روز که نونو پنیر و سبزی دادی رفتم تو هشتی دیدمش. دختر شما گامبو سینما آویزون، این ماشاءالله مالیه. حالا یه کاری کن دختر رو دست ما بمونه ها. خفه شدی که تو به اون نامحرمی؟ چرا شما به همه محرمی، حالا ما به اون نامحرمی؟ خفه میشی یا نه؟ خفه میشم. فاتی جان اینجا ببینم. اینجا بچسب آقا. هری گو ببینم این شازده با تو چیکار میکرد. آقا این شازده من کاری نکرده. کاری نکرده؟ ای به دادا و ولی تا ولی میخواست یه کاری بکنه. میخواست یه کاری بکنه. بله شکایت جامعه بزرگه. این یعنی شکایت. ای آقا خدا پدرتو بیامرزه، دختر ما رو بده ببریم خانه بابا جان. آقا صبح که میامدم اینجا دیزی بار گذاشتم، گفتم برم یک شکایتی بکنم و برگردم. آخه شنیده بودم توی محکمه احکام ظرف 2 دقیقه صادر میشه. بله بله. اگه یارو کشتنی باشه ما کشنش. بله بله. برکردنی باشه ولش بکنم برم. ابدا خلاف برزتون رسول. برکردنی نداریم، عدم میکشیم. من میکشیم بنده. خلاف اصلا نخواستم داداش. خیر ما کرگی دوم نداشت. شازده تصدق دارم پشمرگ داشتم، ما غلط کردم. بذار دستتون بچکنم. در ایران تا بود ملا و مفتی به روز بدتر از این هم بیفت. بدانند این گروه ابله و دون که حریت چه باشد چیست قانون. باشو پدر مارو بخشید. آره قربانش. ملاحظه کردیم، ملاحظه کردیم، دعوت ما هم شد، ما مصالحه کردیم. خداحافظ شما. فاتی جان بیا بریم خانه. فاتی بیا بریم خانه بابا جان. چیو رو خانه؟ فاتی مصالحه کردی، دعوا تموم شد، بیا بریم خانه. به همین سادگی. خوبه دیگه، روشن فکر میبره، مستضعف میروزه. بعد چه بدر سوخته؟ تو شکایت کردی؟ من شوخیه؟ پرونده مفتوح شده، بعد مختوم بشه. قربان این پرونده رو خط نکنی. خط نکنی؟ خط نکنی؟ کیو خط نکنیم؟ کی اینجا خط نکرده؟ پرونده رو خط نکنیم، ولی بنده هم فاتی رو مرخص کنیم بریم خانه. یه دقیقه زبون به دهن بگیرم من چی کار دارم میکنم. فاتی جان میگم اینم شازده با تو چیکار میکنم. فقط دنبالم میافتاد وقتی میرفتم در چشمه میامد تماشا. از جای خوبش بود، از جای خوبش. یه شبم که با اولی درازی زیر چنار حرف میزدیم اومد نازش کارمون تموم شه. وای اولی درازی چه کار بدی. خب دیگه بعدش بعد تعریف میچستید بهم زیر گوشم شعرهای بد میخونید. وای این مرد با شعرش کارش انجام میده، من سابقه شو دارم. یعنی بیشتر کارشو با زبونش میکنید. ایراد بخونم شعرها رو. بخون. بنده خیلی شعر گفتم، یادم نیست کدوم شعر منظور فاتی جونه. این الان تو شعرشو نداری؟ چرا داریم آقا. بده بشه. خودت بخونش.
ای آقا ما که صفات ندارم بابا جان. راست میگی آدم. فاطی جان تو برو بگی بخون. وای نه خدا مرگم بده، شعراش خیلی بدبده. از اون بدبداست خود زلیل مردش که دفعه اول برام خون تمام تنم گزگز شد. وای چه بلای سر دختر مردم آوردی. یه نفر بخونه. بندی بخونم، بندی بخونم، بندی بخونم، بگیرم شعر بدیم. شعر بدیم. ای سیاه چشم چه دیدی تو از این دیده گناه، که نگاهت چو کنم خیره کنی چشم سیاه. تا اینجاش که اشکال نداشته. به کجاش دیدی جای بدبدش بعد از اینه. تو پدر سکتی که های بدبد چه بخون. میخوام شازده رو به سیخ بکشم. ای وای رئیس جون، ای آخ رئیس جون، این شازده چی گفته چه دوری صفته. اطفارت بده چلا چه رو بخون. باز میگویم که گل لختی بیا، من همانا لخت میخواهم تو را. از برای لختیت جان میدهم، آنچه دشوار است آسان میدهم. بندم جون آسون میدم، آسون میدم. آقا هیچی نمیخواد بدی، فقط ادامه بده. من برای اوریت قش میکنم، نرها پنهان در آتش میکنم. اور بنشین در کنارم، اور 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 نیکوتر تنه همچون بلو. من برای اوریت قش میکنم، آرزوی من همین است ای دغل، که تو را من اور گیرم در بغل. وای آخ بغل. وای حضرت آقا طلب از دست من به دانش برسید. تو فوزولی نکن، وقتش که شد خودش حالش جا میان. نگاه کن مرد که پدر سوخته، تماشا کن اینم شد کار. تو در این محکمه عدل الهی مجرمی، گناهکاری. نامتون بنده رو میفرمین؟ آره با تو هستم. خب ما چرا؟ تو مجرمی به دلیل اینکه پدر صحیح العمل و با قدرتی نبودی، و این لاری توت هرا، این سوم سلا، این آب حیات رو مفت مسلم به دست اون شغار باب. اون مردی که میده به دماغ نمیره. تو باید از اون از تخم چشمت بیشتر مواظبت میکردی. تو از اون نیموی عمان نگفتم زنده میشه؟ از این قاولی کرمان، از این نوگل بستان مواظبت نکردی. نکرد از اون چشمای ناز، از اون سینه باز، از اون چشمه راز مواظبت نکرد. از این قامت رعنا، از این نرگس شهلا، از این سنبل اعلا مواظبت نکرد. از این دختر خوشرو، از اون ساق چو آهو، از اون لیموی خوشبو مواظبت نکردی. پدر سوخت نکردی. قربان ما تخم چشمونم بیشتر ازش مواظبت کردم. از شدت همین مواظبت ها بود که دست ایرج میرزا پیش شما عارض شده. بله زحمت کشیدی. خب با این حرفایی که میزنی بار معاصی خودتو سنگین تر میکنی. ای الله، ای کور باطن از خدا بی خبر، ای محارب با خدا، تو چنین گوهر یک دانه، چنین نوبت فتانه ای را به قفلت و بی‌توجهی رها کرده بودی. این دختر نازکتر معصوم، پدر میخواست که تو نبودی، سرپرست میخواست که تو نبودی، نوازش کن میخواست که تو نبودی. قربون صدقش باید رب حالش رو باید پرسی، بوسش باید کرد. این محکمه یا بیا برو خانه. هرچی هست اسمش محکمه است دیگه. شما کم مانده جلو چش ما به ناموس دخترم تجاوز کنی. میگه باید بوسش کرد. خفه شو مستذب به این پرروگی نوبره. هرچی که میگه همونه. بشونش میخوام حق صادر کنم. بشون بگیم بشون محکمه نخواست. بشونش هرچی اومده که دیگه نبا داری بیرون. من اصلا محکمه نخواستم. نخواستم دیگه. دست توه؟ اینو که دست اینه. بشونه. آقای رئیس عدالت دارم. آقای رئیس تهران بنگاه مبل عدالت داشته. سه تا شد. بنویس. بنویس. پس از استماع ماه عرض حال عین الله ل بلد خیر الله ل و مشاهده و هده و ملامسه و مسه و معاینه مورد دعوی رأی محکمه بر این قرار گرفت که عین الله ل ولد خیر الله ل به دلیل بی کفایتی، بی لیاقتی، بی عدالتی و کور باطنی، مرد که اینجا آخرش یتی نداره که
کور باطله چه ربطی به یتی داره؟ یتی؟ خدا نکنه یه چیز برسی دهنت، همونو بنویس. کور باطنی؟ یتی؟ به 90 سال اقامت مجرد در محبس دزداب محکوم میگردد. جای من امضا کن. آقا واسه چی؟ باشه برام حقص. آقا حضرت آقا من اومد مدرس این مرتیکه عرض بشم، حالا خودم باید حبسی بکشم. رأی محکمه غیر قابل تغییره. ببرش پای دیوار، ببرش پای دیوار. من تو زندان میمیرم. خب ببر این همه مردن تا امروز. آب پشت ما میسوزه. خب آب دوشم بسوزه میری تو صفای میسی گوش میخند. یار آقا فاتی بی پدر بشم. این همه بی پدر شدن فاتی امروز. ببرش بی سرپرست بشم. بی سرپرست کم بی سرپرست کنید. یار گر بمیرد پدرش جای غم و ماتم نیست، زنده ام من به نوازم ز پدر خوبترم. گر خداوند اجابت بکند دعوت من، بزند دست قضا دست قدر بر کمرم. چهر غمناک کنم جامعه جان چاک کنم، گریه آغاز کنم چون رفقای دگرن. داستان ها کنم از دوستی آن مرحوم، قصه ها سر کنم از خوبی و خلق و سیرن. تا نگویند که بیگانه ای و نامحرم. مادرش را بزنی گیرم و گردم پدرک. باش تا در اثر تربیت من بینی، چند سال دیگرش صاحب چندین هنرک. حسن خوبه بیا حسن خوبه حسن خوبه اگر کام دل از بیری. سمرش چیست درختی که نچینی سمرش؟ عباس قلی خان پسری پسر بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان. کلفت خانه ز دستش به امان، بس که بود آن پسرک خیره و بد، همه از او بدشان می آمد. هرچه می گفت لله لج می کرد، دهنش را به لله کج می کرد. هر کجا لانه گنجشکی بود، بچه گنجش در آورد می زود. هرچه می دادن می گفت کم است، مادرش مرد که این چشم کم است. نه پدر راضی از اون نه مادر، نه معلم نه لله نه نوکر. داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان. الفت خانه ز دستش به امان، بس که بود آن پسر اکیم و بد، همه از او بدشان می آمد. هرچه می گفت لله لج می کرد، دهنش را به لله کج می کرد. هر کجا لانه گنجش می بود، بچه گنجش در آمد می زود. هرچه می دادن می گفت کم است، مادرش مرد که این چشم کم است. نه پدر راضی از او نه مادر، نه معلم نه دله نه نوکر. ای پسر جاغون منی قصه بخوان، تو مشو مثل علی مردان خان. جلسه محکمه رسمی است. در این محکمه عدل الهی که منظور توسعه عدالت و حمایت و حراست از حقوق عامه محرومین ایتام و ابن السبیل تشکیل شده است، کلیه احکام در اسرع وقت صادر و اجرا می‌گردد و بر همه مردم فرض و واجب است که شکایات خود را به درگاه این محکمه عرضه دارند. ما بارگاه دادیم و از هیچ خذلان و خطری نمی‌شناسیم. محاکمات ما منطبق بر موازین عدل و مبانی انصاف است. بله. جونت بالا بیاد. این دو جمله رو 100 دفعه امشب سرمشق بگیس. شاکی عباس قلی فرزند علی مردان. چه بلایی به سر این پسر معصوم آوردی؟ قربان به سر مبارک قسم، این مرتبه بنده اتهام بندلیفه‌ای نداره. از این پسرای بچه‌ننه بدم میاد. قضیه چیه؟ قربان
موضوع شکوایه شکایت آقای علی مردان خان و پدرشون عباس قلی خان از شعری است که شاهزاده ایرج میرزا در هجو و ذم علی مردان سروده و او رو تا ابدالآباد رسوای خواسته اون کرده. پس قطعاً تعرض ناموسی در کار نیست. نخیر قربان، حالا این ولد زنان که خدمتتون رسید متوجه میشوید که اگر ایشان به شما تعرض ناموسی نکنند سرکار آقا نمیتوانند به ایشان تعرض داشته باشند. چی میگه؟ علی مردان ها، پسر عباس قلی خان ها، ولی سر بینه همومه که همین رسید. باشو برو بینه شاکی کاهن که به مجرد احضار به ساحت مقدس دادگاه نیامده کجاست؟ برو شاکی کاهن ها. بسم الله، تو دیگه چه هستی؟ هر که هستم به تو چه؟ بله؟ بله؟ بخالت یه سیخونک بود دیگه. آها، وقتی که پدر سوخته. بله. کجایی؟ کجا؟ تمام شعونات محکمه مقدس به دست این قول میشه، خودم از دست رفت. قربان، قربان، شاکی آقای ایرج میرزا هم ایشونن دیگه. شاکی که بدون ریش و پش نمیشه که. غلط کرده این مردی که شاکی باشه. غلط خودت کردی. وقتی چه حساب فرستاده به حبس مجرد اون وقت میفهمی شاکی منم یا تو. کوتاینا آقا جونم درم میاره. آقا جون دوستم را دست خودت پدر سر. باشه باشه با آقا جون من. بنویس پسر حاکم محکمه عدل الهی رو زود بنویس. به اتفاق نظر نظر و تدقیق دقیق دقیق در احوال شاکی عباس قلی خان پسر علی مردان. اسم شاکی اصلی علی مردان خانه، اسم پدرشون عباس قلی خانه. چه فرق میکنه؟ کره خری به نام علی مردان خان، فرزند خری به نام عباس قلی خانم. از چنان گاوی چنین گوساله‌ای به وجود میاد، چه فرق میکنه؟ نه خیر آقا جون، ما گاو نیست. رفقاش بهش میگن گاو میش. گاو میش از گاو گنده تره، تازه شاخهای تیزتری هم داره. بینویز بذارین خوله. علی مردان فرزند عباس قلی شهرت حاجی شیخ بانیان فرد. چی؟ علی مردان. نه 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 نه، شهرت، بالاخره شهرت چی؟ حاجی شیخ بانیان فرد. حواست بجاست؟ نگفتی خانیان فرد یا جانیان فرد؟ نخیر نخیر نخیر، بانیان به عبارت ب الف نون یه برپا نون نشسته. حاجی بانیان فرد خودمون. بله بله بله، همیشون. همونی که من تو رو به این نور آب رسونده. بله همیشون که برادرشون تو گمرک آلمان تریاک آورده. تو مطمئنی که این پسره ولد اون سرور بیماننده؟ ولد همون سرور بیماننده. چرا سرور نگفتی؟ قربان عرض ادب شد. ادب شد. عرض بندگی شد. ای نور دیده ما، ای چراغ روشن محکمه عدل الهی، هزار جان گرامی فدای هر قدم. یه کیسه فقط هزار تا؟ قربان بیشتره، میخواین اردر میدیم براتون. چرا قبلا نفرمودید که دستور بدم زیر پای عزیزتون حریر و پرنگ پرت کنن؟ از قربان بفرمایید پشت میز بنده بفرمایید. دستمال یزدی در آورد. چای تازه دمی الان براتون میریزم. بفرمایید. قربان قربان، پاره کن جردا جردا، پاره کن جردا. دست داری پاره میکنی؟ باز داری جر میکنی؟ آقای علی مردان احکام محکمه رو پاره کن. کارو خوبی شد، بذار پاره کنه. پاره کنه، بذار جر بده. قربان بفرمایید پشت میز بنده بشینید. تا بنده همین الان به شکایت شما رسیدگی میکنم. هر جور حکم میل داشته باشید بنده در اختیارتونه. شکنجه با زندان، اعدام با دار، اعدام با شمشیر، شماجین، دیگجوش، دیگجوش، دیگجوش. بله دیگای دو نفره محصول. یک شیستر، مگه ما قرار نیست اول با هم دعوا کنیم؟ آقا جونم گفته برو اونجا دعوا کن. نه قربان، در مورد شما اصلا احتیاج به طرح شکفایی هم نیست. نه خیلی. بفرمایید، این کاغذ، اینم قلم، شما حکم بشه بنویسید، غلام محکم میکنم. بفرمایید. کجا؟
این حکم میزن آی 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 به بستی خونک زده اون پسر عباس قلی خان بانیان فرده. اگه تو پشت اون میزی، اگه من پشت اون میزم، اگه نشد میرسه از تصدق سر اونه. بالا الان من بعد گوشه سبز میدون لبومو میفروختم تو پدر سوتم سر قبر آقا تاشم میفروختی. این من چکزه چاقو بده. غلط کرد چاقو بده. برو چاقو زده دیگه برو چاقو بده. چاقو میخوام حوالش کنم. حوالش اب نداری چاقو بده. بفرم پدر سوخته که سر ماستم نمیبره قربان باید به عرض برسونم که در این محکمه عدل الهی از اون قلمتراش بزرگتر چیزی پیدا نمیشه با این قلمتراش باید خدمت کنم قربان بنده در سنین سق سنت شدم این چه طرز حرف زدنه شازده چی میگه آقا میفرمایند وقتی بچه بودند ختنه شدن بله حالا که اینطور شو پس زبونتو میبرم جناب آقای رئیس آقای علی مردان خان معمولا هر کاری رو اراده بفرمایان انجام میده بله 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 ایشون صاحب اختیارن قربان زبان که قابلی نداره نه. هر جایی که بخوام ببری در اختیار ولی قبلا اجازه بدید مکتبه به کارش ادامه بده بله ادامه بده برای بریدن وقت زیاد بله. قصر در رفتی بفرمایید بفرمایید شکایت چیه قربان بفرمایید سلام بله. این حضرت والا پاک آبرو مونو برده اخه ما وقتی بخوام ما میخوام بعد از آقا جونو به جای ایشون میشینیم حقا که بعد از اون بزرگوار چنین گوهری باید بر جای من ده خب این شعرهای که این آقا گفته نمیشه نمیشه وقتی ما بخوام به جای آقا جونو بشینیم همه به ما میگن علی مقدان بی ادب و بی هنر این ایرج میجا پاک آبرو منو برده وقتی ما داشتیم میمدیم اینجا آقا جونمون گفتن برو این عباس لبویی بگو چنون ندارم تو دهن این ایراد بگی از این قرارتا نکنه پدر هم مثل پسر با ادبه بله بله عباس لبویی بیا عباس لبویی بیا عباس لبویی بیا ایرج کلاهت بده حضرت آقا میخوان تفنن کنن حضرت آقا غلط کردن کلاه صاحبورده خودت رو بده انفجار انفجار جلوه اداره گذرنامه انفجار فقیر تروش تروش فقیر تصدق سر علی مردان هر چی سر قرمت بدم هر تو خانو بچه ها چطور بد بچه خانو خود خود قرمت شما سعیه سالم اینا جدی؟ آره علی عمل ترور انجام شد یک سر و صدای شهیده شد برای ترور تو ترور نشدی از جایت خون نیمد از جای بنده خون نیمده برای خرابی مختصری از بنده چی که میگه؟ حرم زاده بی پدر و مادر اگر دست من بزنی هم چی میزنم تو اون دهانت که صدای سگ بدی قربان میخوام فرو کنم 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 بنده فرو کنم برش 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 فرو کنم شیخ اجل فرموده چون فرو میرود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح زاد اوتلو بازی میکنه قربان بفرمایید به بنده فرو کنید کدوم طرف باب طبع آن ذات عزیز و مهربان هست یمین یسار سعد یا زی کدوم طرف خودت بگو عباس لبویی کجات فرو کنم قربان هر جا دوست داری فرو کنی فری کانتری ایزنی آه آه نزنیدش 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 اوف اوف نزنیدش آخ آخ نکشیده اوف اوف نزنیدش آخ آخ نکشیدش آخ آخ رئیسون وای وای رئیسون من سوختم از سیخ پدر سگ علی مردان لب دوختم از سیخ پدر سگ علی مردان هیس هیس خفش و منشی سناری بی آر هیس هیس خفش و بی هنر مزقن بی آر سیخونک او خوبتر از سیخ کبابه خوش از دهنش نوشتر از جام شرابه آخ آخ رئیس جون وای وای رئیس جون این بچه
بچه نادور این تخمک شیطان از من برو بود است همه تاب و تمام را سوراخ نمود است من بخش فلان را ای مردی که یه بی خبر از حال من ازا ای بی خبر از وضع درون من بیکار این قسمت بنده همه خونی و خرابه این ناحیه از سوزش سیخ در تب و تابه با این همه من کور و کر و لالم و گولم من بنده عباس قلی بنده پولم خواهی تو اگر منشی ما باشی و مانی باید که به همراه من این قطعه بخوانی یالا با کور و کر و لال و خر و ابله و گولی ما بنده عباس قلی بنده پولی ما مطرب و رقاص به هر ساز و اصولی ما از عرق شهوت و شهرت همه لولی ما کور و کر و لال و خر و ابله و گولی ما بنده عباس قلی بنده پولی ما مطرب و رقاص به هر ساز و اصولی ما از عرق شهوت و شهرت همه لولی چرا شروع نمیشه؟ یارو که هنوز نیومده واسه چی سکیش میکنی؟ آها دیوار موش داره موش هم گوش داره یالا یالا ای افاتی ما تو دل برو تره خدا به داد بابای بیچارش برسن لابدو باید 200 سال تو محبس دزدام حبس بکشن آهان شازده علک دلک میرزا ببینم امروز واسه من از جایی پیغومی پسخومی خبری چیزی نداری؟ مردشو براشی براشی جلو پای من براشی زود براشی زود براشی 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 زن و مرد از هم جدا شنیم نشستیم به همون بیدم شلاقتون بزنیم جدا 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 بیده من عباس نبویم با اومدیم عباس کو؟ آقای رئیس تشریف بردن حمام الان دیگه میرسن این چه وقت همون رفتنه؟ مگه دیشب شب جمعه بود؟ در دیشب شب جمعه نبوده ولی این روزا مردم تو غربت هن بدبخت ها شبا کاری ندارن یک کاری میکنن صبح باید بره همون سیخونک میخوای؟ نه بنده بنزه کافی سیخونک خوردم قربون شما برم آی 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 وا بسم الله این پسری خودشه دیگه کیه ببینم حروم زده این جسه جگر زده تا از کدوم طویله در رفتی اومدی اینجا این کیه ماشی سرکار خانم اسمت خانم ایشون آقای علی مردان خان پسر آقای عباس قلی خان شیخ بانیان فردن اون که تو گمرک آلمان چمدون طلای کهنه گرفته بود ایفان خدا مرگم بده نشناختم این علی مردان جونه پسر
آقا پسر شازده، یه سلامی، یه علیکی، یه چیزی آخه. تو کی هستی دیگه؟ جن یا پری؟ من کنیز تو هستم، اسمت، اسمت و ملوک پاک دامن. یعنی صبح به صبح دامنشون رو به صابون گلنار میشورن. تمیزه تمیزه بعد. نکن نکن دیگه میخوام برگلکت بدم. رئیس الان سرکلش بیدون میشه. نه آقا رئیس اومده، آقا رئیس اومده. چکه چی؟ با پیره مداد که قمیش میاد باشو بلنشی همه تو راست 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 حالا بیشین. ببینم تو به این صندلی چسبیدی؟ بابا آه ای کیه؟ ای قرص قمر کیه؟ نجیبه خانوم دخترت بابا فوتیه مام. آره عزیزم ببین چه خوب از کار در اومده. عزیزم برو سر جات بشه. میخوام پیش تو باشم. نه جانم اینجا محکمه است، عموم نیست که. میخوام پلو تو باشم. برو برم من بعد پشت میز کارم میشینم به امورات محکمه رسیدگی کنم. پس من رو زانوات میشینم. نه جان من، تو محکمه رعایت کن، تو باید رو صندلی شاکی بشینی. اینجا به من شما بگو. تو میخوای من از خودت جدا کنی؟ نه جان من، این حرفا چیه؟ بعد از حدود رأی نهایی با هم برمیگردیم منزل و برو زیادم بهش نچسب، شوهرش تو سالونه. به تو مربوط نیست. پدرش اینجا از حرف نمیزن، تو زر میزنی؟ جلسه این محکمه رسمی است. در این محکمه عزم الهی که منظور توسعه عدالت و حمایت و حراست از حقوق عامه محرومین و ایتام و نسبین تشکیل شده است، کلیه احکام در اسرع وقت صادر. سرکار اسمت خانم، هرچند که خنده شما شکر خنده، ولی توجه داشته باشید که جلسه محکمه رسمی است. در این محکمه عدل الهی که منظور توسعه عدالت و حمایت و حراست از حقوق عامه محرومین و ایتام و ابن السبیل تشکیل شده است، کلیه سرکار اسمت خانم، سرکار خانم، سرکار اسمت خانم، جلسه محکمه رسمی است. لطفا به مقررات محکمه توجه بفرمایید. بخون آقا. در این محکمه عدل الهی که منظور توسعه عدالت و حمایت و حراست از حقوق عامه محرومین و ایتام و ابن السبیل تشکیل. نه خیر سرکار، امروز هوای دیگری کردید و متاسفانه بی وقت و بی جا این هوا به سرتان افتاده. یعنی چه آقا؟ قربان زخماره اسمت خانم، شما به جرم اختلاط در محکمه عدل الهی به 3 هفته حبس مجرد در اتاق خواب افسر کشی که محبت زندانی قربان اون پشت بشین حکم بنویس اهل زهرمار بشین بنویس. وای رئیس جون به خدا من نیستم، اینه. این کیه؟ همین عباس لبویی. خدا تعظیمت شد، بنده منتظر تشریف فرمایی آن نور وسط و آن پاره جگر قاطبه اهالی بعد از رسمیت دادگاه بودم. در شأن شما نیست که قبلا به دادگاه تشریف بیارید. آقا من ناس در یک جا باشید. این چه طرز حرف زدنه؟ تو اصلا به کاری خانم چی کار داشتی؟ هیچی، ایشون داشتم میخندیدم، میخواستم بفهمم چرا. و من داشتم قلقلکش میدم. جدا؟ چه کار خوبی میفرمایید خود شما؟ هیچ کاری بهتر از قلقلک نیست. قلقلک کنه خب این کم میخنده. کم میخنده؟ کم میخنده. اسمت چم؟ قش قش بخند، بلند بخند. علی مردان خان خنده بلند دوست دارم. بلند بلند. در این لحظات خجسته و میمون میمون؟ نه نمیست آقا جان. به نور وسط و پاره جگر قاطبه اهالی در کمال شادمانی و مسرت مشغول ملاقبه و ملامسه و معاینه اسکاتربولو که پاک دامن هستن، بنده مجددا رسمیت جلسه محکمه را اعلام میدم. در این محکمه عدل الهی که منظور توسعه ادارت و حمایت و ارادت بسه آقا بسه. الان یادت میره میشین. در باب اسم فقر منکرات مرتکبه مرتکبه؟ نروید جانم، هر وقت گفتم بریم. در باب اسم فقر منکرات مرتکبه
از ناحیه نباب بالا شاهزاده ایرج میرزا به حکم فرضیه اخلاقی و تاریخی بر خود لازم و واجب میدانم که حکم دقیق و منجز و منطبق بر موازین عدل الهی را در مورد مشارالعلل صادر نمایم. حالا قلم و کاغذ بردار، آنچه را که ما تقریر میفرماییم و تحریم کن. شیرو آقا تحریم کن، من هنوز حرفمو نزدم، هنوز دفاعمو نکردم، من حرف دارم. ما اینجا دفاع مفا نداریم. تو از همین الان محکومن در محکومی آقا. بذار حکم صادر کنیم، برای اینا که میبینین همه میخوام بعدش برن کازینو. زودتر برن بباسن برن. حالا بشی بنویس آقا، ما اینجا دفاع مفا نداریم، بنویس. شروع کن. ملاحظه میکنید اینجا حاضر به شنیدن حرف هیچ کس نیستن، حرف خودشون رو میزنن، حکم خودشون رو میدن. اینا آدمای حقیر ابن الوقتی هستن که برای بقای خودشون همه کار میکنن. اینا مجبورن به تمام اونا که فکر میکنن که انسان رو دوست دارن، که زندگی براشون خور و خواب و خشم و شهوت نیست، دست بند بزنن. بر طریقت اونها ایرج که سربلند تهی دست و آزاده با کوله باری از دانستن و دست گلی از دوست داشتن وجود داره، باید از میون بره. اونا باید شعر ایرج رو تحریم کنن، کتابش رو بسوزونن تا بتونن با عصمت و فاتی اشرت کنن و به پابوسی و کفش لیسی عباس قلی خان ها ادامه بدن. انسان سرچشمه امید و روشنایی و برخواستن است. یک روز او برمیخیزد، آفتاب با برخواستن او طلوع میکند و کرملی ها و عباس لبویی ها و عباس قلی خان ها همه مثل خفاش ها به تاریکی شب پناه میبرند و در لجن و سیاهی قرد می شود. اونچه که اونها را از من، از شعر من و از موجودیت من می ترساند، حقیقت زشت وجود خود آنهاست که من به زبان ساده، به زبان مردم و به روشنی با همه در میان گذاشتم. من یقین دارم که از آنها جز نامی، آن هم به ننگ و نفرت، چیز دیگری بر صفحه تاریخ نخواهد ماند. اما اطمینان کامل دارم که فردا در کتابهای دبستانی فرزندان من و فرزندان فرزندان من خواهند خواند: ما که اطفال این دبستانیم، همه از خاک پاک ایرانیم. و پای اون یک اسم کوتاه خواهند دید: ایرج. و همین برای زنده موندن من و برای آسوده در خاک خفتن من کافی است. محکمه عرض الهی به ریاست مدعی العمومی مستنطقی و وکالت حضرت ملازم النام عباس نمدمال دباغ معروف به عباس لبویی و منشیگری کرم علی خان شمع فروش معروف به کرم علی شمعی، پس از استماع شکایت شاکیان و شهادت شهود و انبازی با اندرون خود در باب سه فقره شکایت وارده از منکرات ایرج مرتد ملعون منحوس، حکم خود را بدین شرط صادر کرد. باقیش بخون. تا همینجا فرمودی بارو. خب بنویس. اسما چرا واسالی تو گرگی؟ وای نفسم گرفت. بذار نفسم چا بیاد بعد. از گرفتن نفس اسمت جان استفاده می‌کنیم. بنویس. بانو اسمت مت به موجب این حکم به عقد زوجیت دائم و غیر منقطع نواب والا مولا شاهزاده ایرج میرزا در میآید. همونک موچه داره، بشین و باشا خنده داره. همونک موچه داره، بشین و باشا خنده داره. بشین و باشا خنده داره. همونک موچه داره، بشین و باشا خنده داره. یا خود کجا نوشتی؟ من خیر منقطع نواب والا ایرج میرزا در میآید. چه با این نکاح؟ با این نکاح آب روی رفته ته به جوی ایشان شون باز میگردم ده. اما چون شاهزاده ده سراحتن هتن
لسانن نه و زبانن نه اعتراف نمودن نمودن که مدتی است در ایشان شان حرکتی نیست نیست لحاظا ز ما مشار الاله را را بنویس دیگه مشار الاله را در کنف کنف در کنف در کنف حمایت خیش خیش قرار در میدهیم میدهیم چی میخوای تو پدرم چی میکنی چی شده عمامه میخوای مغزت داره میتره که بابا کچلی عیب نیست خیلی ها کچلی چرا همچی میکنی دیوونه این چه عدا اصول چی در میاری برو گردش کن برو هوای آزاد بخور برو چی؟ سوداد دار بیاد سر هر کی سرش بار داره ترش خبر بار داره قربان چه خطی چه رفت بندر مورد عنایت قرار دادی قربان نخونش قربان بنده باید رأی رو بخونه نه خواهی اینو بخونه عباس لبویی خره گاوه نه بولم بخون عباس لبویی خره گاوه نره بیا گرگم و گرمه دارم بازی بزن پسر گرگم و گرمه میبرم چون دارم نمیزرم گرگم و گرمه میبرم چون دارم نمیزرم گرگم و گرمه میبرم گرگم و گرمه میبرم چون دارم نمیزرم گرگم و گرمه میبرم مواظب خود داشت باش زیاد فشار نری بنویس پسر ها پس از آن که شاهزاده به اعاده قوای رجولیت خود موفق گردید و از حرکت ایشان اطمینان کامل حاصل شد بارو اسمت صحیح و سالم قربان منظور دست نخورده بله به ایشان شد عودت داده خواهد شد مردی که من چی میتونم میگم تو بگو عودت خواهش تو اون سرت کنه شده تو دهنه دیگه در بیانی عودت داده خواهد شد عودت داده خواهد شد بند اول حکم تموم شد خب حالا بند دوم بنویس بند دوم آقای رئیس های های ای بعد رئیس های های این حکم تو قلابی این کار تو زینا این محکمه مخلوق ساز علی جون کوکه ای بالا بیان جونت احمد بشه قربونه خوشا مرتی که ای قسمت نازنازی با من میکنی بازی از من چی میخوای جونم هرچی تو بخوای اونم چه تلخ شعر قربان اجازه میفرمایید بند دوم حکم شروع کنیم صاحب گفتم چی عرض کردم اجازه میفرمایید بند دوم حکم شروع کنیم بند دوم بله قره کمر بده یارا از شب تا سحر یارا بشین مرتی که هکر بده دولا شو شما رو بشین آقای رئیس
عمه نیاره. بله از فرصت همه استفاده میکنیم. ایرج شاعر به سبب من غلام ناز تو اون سینه باز و برای مستقیما مربوط به سرکار و شکایت عموی از ایرج شاعر به سبب سرودن من غلام ناز تو اون سینه باز من کنیز بوی تو من اسیر لوی تو باشی بریمش مردی که ایرج شاعر به سبب سرودن ای بالا بیاد جونه احمد بشه قربان بله. ای بالا بیار جونت احمد بشه قربونه احمد بشه قربونه شما دیگه انگار اومدم چی هست؟ اینجا ما تو خونه هست؟ منشی قلم کاغذ بردار بله. اسم همه اینا رو یادداشت کن جونون دار بده خونه یه زبدر بزن ای بالا بیار جونت احمد بسه اسم چیه؟ اسم چیه؟ تا بدم بالا اسم چیه ها؟ بده تا بدم مولان حال بده تو هم که یه چیزت میشه برمون بنده از دستم در میره آقا تاعت میگم موزیکال بریش اسم چیه آقا اسم چیه اسم من چیه ای بالا بیار جونت احمد بشه قربونه احمد بشه قربونه قدر کمرم خوش شدم اگه پیره خون بیلرزم به سن چه بول بیرزم به سن چه بول بیرزم اگه پیره مو بیلرزم آتی تو تحت هزانت من هستی از این کاره نکن غیر نده آبروی محکمه میره بده این محکمه مفروض که ساده علی جون بوده ای بالا بیا جونه احمد بشه قربونه احمد بشه قربونه بریز ایرج شاعر به سبب سرودن اشعار نکوهید و مضمون در زم طور مزر و پاره دیگر بیا و علی مردان باز من صدا کردی چرا نمیذاری تماشا کنم برو عرض میکردم که علی مردان خان پسر عباس قلی خان ما اثر مطل داریم ما ماهی شور داریم یه چیزی بگو جانب. ما تنبان شل داریم یعنی ما تنبونمون شله یعنی ما عمامامون سفته عبامون سفته ولی تنبونمون شله داره میفته ما تنبان شل داریم یک رئیس خول داریم ما دنبانش رو داریم یک رئیس خود داریم تو آب نمیدیدی بله شناگر خوبی بودی یا بی شرف من خورم من این دیوونه خونه رو اداره میکنم خورم جواب بده پدر سگ عباس لبوی داد نزن بله. مگه تو کی هستی که نمیرخسی؟ بله بله تره دیوره دفت بزنی با تنبونشون داری یک رئیس خود داری با تنبونشون داری یک رئیس خود داری با جنس و به رخص آوردیم دلشا به دست آوردیم جنس و به رخص آوردیم دلشا به دست آوردیم جنس و به رخص آوردیم حرفشو دیگه عباس لبوی این چه طرز رخصیدنه؟ نمیخوام دیگه تو رئیس باشی یکی باید رئیس بشه که هم خوب برقصه هم خوش رقصی بلد باشه برو من به خوش رقصی بلدم فقط رقصم تعریف نه آخه رقصت خوب نیست دیگه هم رئیس نیستی قربان من به 3 سال سابقه خدمت دارم به من چه وقتی بلد نیستی برقصی رئیس نیستی قربان اصلا میدونی چیه قربان قربان ها رو برو به آقا جونم بگو اصلا میدونی چیه تو باید امتحان رقص بدی چش قربان چش چه جوری یالا
هر کی یه رقص میکنه، مال هر کی بهتر بود اون رئیس میشه. من اول چه من رئیسم؟ خب منم منشیم، بشر قابل ترقیه. مگر این همه عمله و نکره که به جای رسیدن روز اول آدم بودن، حالا نیستن. روز سوخت اول با عباس لبوی شروع عمله ها شروع کنه. عباس لبویی واقعا که قربون شما، خیلی ممنونم. واقعا که خواهش می‌کنم، عمد قربونت بشه با این رقص دادن. قربون دیگه چه ایرادی داشت؟ این که رقص نبود، قمز شطوری بود. خب شما بفرمایید من چی کار کنم؟ قربون بنده یادش بدم، بنده یادش بدم. بزن آجا بزن. اسمت جون بنده رقص شاطری هم بلدم. شاطری بزن آجا، شاطری بزن. اسمت یادش بده پارتی بازی وقتی که بلد نیست به رقصه باید یادش بدیم، ولی نمیتونه رئیس باشه اگه نرقصه. بزن پسر، همه دست بزنیم. دورش بکشید. تو زهر نزم هر کنید. قربان خوب بود؟ منظور نظر مبارک بود؟ افتضاح بود. گن زدی. این چه طرز رقصیدنه؟ قربان به من مهلت بدید. فقط 40. 40 روز به من مهلت. چی بشه؟ میخواد 40 بشی؟ نه قربان. میرم مدرسه رقاصی. یه مادم هارتونیان هست تای کنزینگتون درس رقصیدن خانم. میگه ولش کن. اسم خانم شما پادر میونه بفرمایید. آقا بنده رو عزل نکنن. بنده میام خدمت خودتون. رقص حاجی، رقص دختر حاجی، رقص یاقوت، رقص کنکن، رقص بکن نکن، همه رو به هم میگم.
فایده نداره. فایده نداره. نداره. بذر نزن. اصلا تو رو چه بر ریاست و رقاصی، تو برای دم سبزه میدون لبوتو بفروش. من هم افرده و آقا جونم گمه یکی دیگر بشه سینجا. قربان بنده سه سابقه خدمت داره. من چه؟ وقتی بلد نیستی بلخصی رئیس نیستی، برو گم شو. وقتی که آقا علی مردان خواه میگن گم شو، خب برو گم شو دیگه. تو خفش پدر سک. ببینم جلوی من به منشی میتربیتی میکنی، به منشی میگی خفه شو. حالا اگه تو بوبرتون عوضی واسه ما تحکیب باشه کنی صیافت رو ببرم. آقای علی مردان تو با آقا جونم میکنم. پدر تو آقا جونت با هم دیگه بیچاره شدی بچه. اصلا میدونی چیه؟ تو دیگه رئیس نیست، این منشی رئیسه. هم خوب میرخصه هم خوب خوش شخصی میکنه. بله سیاست پیشگان در هر لباسند، به خوبی یکدیگر را میشناسند. تماماً حقباز و شارلاتانند، به هر جا هر چه پاش افتاد آنند. به شوخی گفتم گر یاوه ای چند، مبادا دوستان از من برنجند. گورو پدر همه شد مردم، دق کردم جونم به لبم رسید. مردشون اون یه لقمه نون رو ببرن که بعد به خاطرش مثل سگ جلو علی مردان و بابای پدر سوختش دون تکون بدن. مردم از بس از بالا اومدم پایین، در گوشم گفتن عباس آقا فرمودن اعدام، عباس آقا فرمودن زندان، عباس آقا فرمودن شکنجه. حالا دیگه وقتشه که داد بزنم. آقا قرف فرمودن و هرچی نبدترشو خندیدن. علی مردان برو پیش بابای پدر سگت بگو عباس لبوی جونش به لبش رسید. زد زیر همه چی جلو پلاسشو جمع کرد و رفت. والا لبو فروشی به ریاست این محاکم شرف داره. شماها دیدین تک تکتون شاهدین به چه خفت و خاری تندر دادم و نشد. خاصیت فساد و زورینه، هرچی بیشتر دوله بشی بیشتر فشار میره. اما من دیگه وانه میدم، دیگه بلند شدم. گورو پدر علی مردان و عباس کلی رو داره دستشون. زنده باد لبو و لبو فروشی. آره زنده باد لبو فروشی. داغ دارم لبو داغه، بیا واق نمای لبو. تنوری دارم داغه، بیا واق نمای لبو. داغ دارم لبو